با سلام مجدد بیننده‌های خوب نازنین، بحث در مورد نکاتی بود که باید پدر مادر در نظر بگیرد تا ندای درونی یا وجدان یا قاضی درونی کودکشان سالم و خوب باشد. موضوع دیگه که قاضی را میتونه بد و خراب و ظالم بسازد تنبیه فیزیکی است. اگر پدر مادر اولاد خود لتکوب کنه حتی یک دفعه، میتونه بالای از قاضی تاثیر بد و منفی داشته باشه. بنان به هیچ عنوان لتکوب کودک کار درست نیست. وقتی شما ضرورت پیدا میکنین که کودک لت کنین، یعنی تعلیم و تربیه و پرورش بلد نیستین، به هیچ عنوان لت کردن کودک هیچ چیز خوب نمیسازه. حتی شما شاید به خواسته میرسین، ولی یک آسیب به مراتب بیشتر بالای کودکتان وارد میکنین. بنان اگر میخواین قاضی خوب و مهربان باشه، به هیچ عنوان تنبیه فیزیکی بالای کودک وارد نمیکنین. عامل دیگر تنبیه روانی است. اگر یک کودک تنبیه روانی شود، توهین شود، تحقیر شود، بد گفته شود، بالایش تمسخر شود، اینا سبب میشه که قاضی درونیش بد و منفی شود. ولی اگر مهربانی و محبت و صمیمیت و تشویق باشه در زندگی کودک، قاضی هم میتونه خوب و نازنین باشه و در آینده کودک امرش راحت باشه و عزت نفس خوب داشته باشه. بنان لطفا کودکتان آزار روانی نرسانین. با ملامت کردن و بد گفتن یک انسان شما هیچ وقت را خوب ساخته نمیتونین، دوستای از نازنین، مخصوصا پدر مادرای گرامین. حتی اگه کودکتان کار اشتباهی انجام میده، کار نادرستی انجام میده، شما برش بگوین بچیم، دخترم، تو خوب هستی، اما کار اشتباه، کار بد کردی، خودت خوب هستی. وقتی شما بد بگین کودک بد میشه. عامل دیگه که میتونه قاضی رو خراب و آزاردهنده بسازه، آزار و اذیت جنسی است. شما میفهمید بدترین آسیب دوره کودکی آزار و اذیت جنسی است. در برنامه های پرورش تعلیم و تربیت سرش صحبت خواد کردیم. روزی که کودک مورد آزار جنسی قرار میگیره یا تهدید جنسی میشه یا گپای دی مورد برش گفته، این میتونه تاثیرات بسیار ناگوار داشته باشه و حتی مثل انفجار یک بم در وجود کودک میمونه که هر قسمت میتونه آسیب بزنه، از جمله عزت نفس میتونه خراب کنه. بنان بر والدین است که باید مراقب اولاد خود باشه و یک سلسله آموزشایی را بر اولاد خود یاد بده که اولادایشان مورد آزار جنسی قرار نگیره، که باز دی مورد گفتم برنامه خود داشتیم. موضوع دیگه تجاوز روانی است. چی معنا؟ روزی که پدر مادر امروی اولاد خود درد دل میکنه، این سبب میشه که اولاد بسیار آسیب بخوره. حتی تا جایی که دوستای از نازنینم تحقیق کردن بالای کودک، بالای بعضی انسان ها، که 15 مورد شما میفهمین کودکی که مورد آزار جنسی قرار بگیره 15 تا مشکل پیدا میکنه. اینمی 15 مشکل در وجود بعضی انسان ها بود، اما وقتی زندگی زیر مطالعه میکرد هیچ وقت مورد آزار جنسی قرار نگرفته بود. دقت کنین چی میگم. 15 علامه آزار جنسی را نشان میدادن، در وجودشان داشتن، اما مورد آزار جنسی قرار نگرفته بودن. وقتی تحقیق کردن دیدن اینا کسایی هستند که پدر مادر امرایشان درد دل کرده، ششتن شکوا و شکایت کردن، مادر قوم پدری و پدر بد گفته، پدر قوم مادری و مادر بد گفته، با ماما مخالفت بوده، با کاکا مخالفت بوده، اینا تأثیرات بدی داره به اندازه یک تجاوز جنسی. به می خاطر یک نام برزی ماندن، نان فیزیکال سکشوال ابیوز، یعنی آزار جنسی که فیزیکی نیست، از نظر روانی حالت واقع شده. بنان لطفا پدر مادر عزیز، با امرای اولادتان درد دل نکنین. اولاد شما برش یک تکیهگاه بزرگ هستین. روزی که شما میشینین شکوا و شکایت میکنین، او رو ناامید ساختین. مثل مثال بر شما بتم، شما یک وکیل یا وزیر همکار شما بوده، گفته برای هر کار میکنین، من هستم باید. یک دفعه خود از اون منفک شوه یا زندانی شوه یا بگه که دیگه از دست ما کاری ساخته نیست، شما چه احساس تنهایی میکنین؟ چقدر شکست خورده کودک اینه ترست. شما برش مهمترین هستین. وقتی میشینین شکایت میکنین، خود ضعیف نشان میتین، کودک آسیب زدین. بنان لطفا به هیچ عنوان بر کودکتان درد دل نکنین، شکایت از پدر مادرش نکنین و حتی در خانواده با قوم پدری و مادری اختلاف نداشته باشین. خاله، عمه، کاکا، ماما، پدرکلان، مادرکلان مثل اعضای بدن کودک است. روزی که شما کاکا را از خانه میکشین، ماما را بد میگین، با خاله دشمنی دارین، فکر کنین یک عضو روانی کودکتان قطع میکنین. و لطفا این موضوع را شما اصلاح بسازین. موضوع دیگه که سبب میشه ای قاضی خوب یا بد شوه، ارتباط دادن هر موضوع به موضوعات اخلاقی است.
متاسفانه بعضی والدین هر چیز جنبی اخلاقی میتن، دالی که او اخلاقی نیست. در مورد اخلاق برنامه خود داشتیم، اخلاق موضوعش متفاوت است. اما مادر چی میکره؟ کودک نان بخو نمیخوره، ولی تو کودک بعد استی تو بی اخلاق استی. خواب کو نمیکنه، وقت خواب نیست، تو بد اخلاق استی. گریش بد اخلاقی، خندیش بد اخلاقی، سلام داد نداد بد اخلاقی، اینا آداب هستن، اخلاق نیستن. اما وقتی شما هر چیز کودکتان بد اخلاق گفته میرین، در نان خوردن، در خواب کردن، در بیدار شدن، در سامان بازی، خب معلوم دارست کودک استاد شما به این نتیجه میرسین که من بد اخلاق هستم و بی اخلاق. و وقتی شما سیستم اخلاقیتان خراب باشه، معلوم دارست امرایش عزت نفس هم میتونه که خراب باشه. موضوع دیگه که خب، یعنی نتیجه چی؟ والدین نباید هر چیز جنبی اخلاقی بته و نیستم اینا. کار دیگه که بسیار خطرناک است، تبدیل رفتار به هویت و شخصیت است. چی معنا؟ کودک یک کار بد میکنه، ما برش میگیم تو بچی بد یا دختر بد استی. این کار بسیار غلط است. نه، همونطور که من پیشتر اشاره کردم، برش بگیم تو خوب استی، کار بد انجام دادی. اینی جس که زمینه سالم شدن ازی است. ولی روزی که شما برش گفتین تو بد استی، تو بد اخلاق استی، تو شخصیتت خراب است، سبب میشه که کودک واقعاً خراب شود، پیش عزت نفس خودم از دست بده. مثلا کودک یک کار احمقانه کرده، ما میگیم تو احمق استی. یک دروغ گفته، میگیم دروغگوی استی. کار غلط است دوستای از نازنین. سعی کنید اگر شما یک کسی را بگین خوب استی، خوب استی، امید ازی است که خوب شود. ولی اگر بگوین بد استی و فکر کنین که خوب میشه، ابدا نمیشه. بنان لطفاً لطفاً رفتار با شخصیت و هویت کودک که نسازین. کار اشتباهی کرده، برش بگین تو بچیم خوب استی، دخترم دوست داشته نیستی، کار اشتباهی سر زده، داینده به خیر ایره جلوش بگی و اصلاح بساز. مشکل دیگه ای که سبب میشه این قاضی خراب شوه یا خوب، مهم است که ما در کودکی چطور تربیت شدیم. اگر از ما یک نفر که مادر بوده باشه پرستاری کرده و مراقبت کرده، ما یک قاضی ما خوب می باشه. ولی اگر ما 5-6 نفر پرستار داریم، یک روز پیش عمه هستیم، یک روز پیش خاله هستیم، یک رقم برخورد میکنه مادر کلان، یک رقم مادر با محبت، عمه با قهر، سبب میشه که ما گم گیت شویم و ارتباط درست در مغز ما برقرار نشه و عزت نفس ما خراب شه. بنان قرار بیست که از کودک فقط یک نفر مراقبت کنه، هر کسی دیگه علاقمند کمک به کودک است، مادر برای مادر همکاری کنه و مادر برای کودک. از کودک باید یک رقم. مثال از یه طور است، شما در یک دشت یک نفر هر طرف بره، جای پای جور نمیشه. ولی اگر 100 نفر از یک رو بره، جای جور میشه، راه جور میشه. مغز انسان طور است، اگر کارا بار بار تکرار شه و نظم در مغز برقرار میشه. ولی اگر گدودی باشه، مغز متاسفانه این مشکل پیدا میکنه. مشکل دیگه که میتونه قاضی خوب یا بد بسازه، برخورد دوگانه است. چی معنا؟ اگه پدر مادر برخورد دوگانه میکنه، قاضی رو خراب میکنه. مثال میگم، کودک فرض مثال توپ میندازه، قد قد خنده آفرین تشویقش میکنن. کودک بیچاره خیال میکنه من که چیزه بندازم پدر مادرم خوش میشه، میره گلاس میگیره میندازه، تا گلاس میندازه لت کوب قال مقال توهین تحقیر. کودک ایران میمونه کی چی وضعیت است، بیشتر خنده میکردن، عالی سرم قهر هستن. این وضعیت عزت نفس کودک خراب میکنه، قاضی رو بد میسازه. نه، برخورد خوب یک نواخت و مهربانانه، ده هر وقت مهربان. چیزی که شما را جگر خون میسه، او را در پیشروی کودک نمانین. وقتی گلاس انداختن شکستن داره و ناراحتی خودت، او گلاس در خانه نمان، یا گلاسی بگی که نشکنه، گلاسی بگی کسی را آسیب نزنه. این را باید ما در نظر داشته باشیم. موضوع دیگه که سبب میشه عزت نفس کودک خراب شوی، قاضی ظالم شوه، کمال پرستی پدر مادر. بعضی پدر مادر هست میخواه هیچ نقصی در وجود کودک نباشه، نمره باید 100 ببره، 99 مرد 99 برده، پدر مادر ناراحت هسته. خب وقتی شما یک کمال پرست هستین، کودک همیشه احساس تقصیر میکنه، هر قدر تلاش میکنه رضایت پدر مادر را گرفته نمیتونه. او بیچاره تلاش خوده کرده، اما پدر وسواسی، مادر وسواسی، مضطرب، هیچ راضی نمیشن. هر چی کودک میکنه اینا هنوزم عیب میبینه. حتی بعضیا میام اینا خونه قصه میکنه، میگه من روز اول دیگ پخته میکردم، مادرم کد کبگیر در فرق میزد که تو پوست کچلو رو چرا زیاد زیاد گرفته. خب فکر کن یک پوست کچلو کبگیر بخوری، نشان میده که اوضاع خراب است. و وقتی شما یک پدر مادر کمال پرست باشین، اولادتان خراب میکنین. نه لطفا اتو نکنین که همیشه اولاد شما بهترین باشه. بهترین اگر خواستین بدبخت میسازین اولادتان. بر اولادتان بگین بچه‌م دختر متوسط باش، تلاش خودکو مقایسه نکنین، در رقابت نندازین کودک و ای خراب میکنه. موضوع دیگه که سبب میشه عزت نفس ما خراب شوه و ای قاضی درونی ما ظالم شوه، پدر مادر زیاد کنترلر، این کارا بکو، این کارا نکو، ای خوب است، ای بد است، ای نباید و ای باید، زیاد سخت گیری میکنن سر کودک. وقتی شما یک فشار میرین، اوضاع خراب میکنین،
کودک آسیب میخوره. حتی بعضی وقتا هنوز مرحله تربیه کودک شروع نشده، هنوز مرحله تعلیم شروع نشده، ما وارد کرده میریم فشاره، خب عزت نفس خراب میکنیم. خوب است که این سختگیری را کمتر بسازیم، یک مقدار برای کودک آزادی بدیم و از اشتباهاتش چشم پوشی کنیم و بگذاریم. عامل دیگه که سبب میشه عزت نفس خراب شوی قاضی بچه و پدر مادر و اطرافی های بسیار اساس و شکنند است. بعضی خانواده رو دیدی از گل نازکتر بگی خفه هستن، حالی باید این کودک مراقب باشه که ماما به این گپ خفه میشه، کاکا به این گپ خفه میشه، پدر این گپ نشنوه، مادر این گپ نشنوه، کودک بیچاره زیر فشار قرار میگیره. توی بزرگسال باید بفهمی با کودک روبروستی، نباید از کارش از رفتارش تو ناراحت شوی. اما تو خود یک نازک ساختی که من برگ گل هستم، اگه بگی بالای چشم تبروز دیگه من ناراحت شدم، دهی تو خانواده و کودک آسیب میخوره، قاضی ظالم و عزت نفس خراب. مشکل دیگه که سبب میشه عزت نفس خراب بشه، اساسیت پدر مادر در مقابل نظر و قضاوت دیگراست. بعضی پدرها رو دیدین، مادرها رو دیدین، او که دیگه چه فکر میکنه، همیشه در خانه گفتگویی است که زن کاکا چی فکر میکنه، همسایه چی فکر میکنه. دیگه نظر دیگه در خانواده مهم است. کودک چی رو یاد میگیره؟ ای نظر دیگه مهم است، خودت هیچ آدم نیستی، میخوای آدم باشی با میل دیگه برخورد کن، و این کودک ما رو خراب میکنه. به همین خاطر من همیشه میگم پدر مادرای ما با تمام وجود تلاش میکنه. کودک میگه که بچه‌م دخترم هر کس میباشی باش، یک نقش انتخاب کن، اما خودت نباش. و به همین خاطر است ما همیشه فریب، دروغ، نقش بازی کردن، در دل ما آرزوی مرگ یک کسی داریم، در دهن برش خنده میکنیم، سلای چای میکنیم، امر خدمتی باشه، دالی که ما هیچ امر خدمت هم نداریم، اگر توان ما برسه یادم میخوایم نابود هم بسازیم. اما فقط نقش بازی کردن خراب شده زندگی ما را بدبخت می سازد. ما اگر این نقشا خوب است، بیاین از درون خود خوب بسازیم، خوب باشیم که در حرکات ما خوب باشه. اما روزی که در دل و فکر خود ما بدی داریم، معلوم دار است که در دهن اظهار کردن خوبی قدر جایی را نمی گیره. بنان زیاد پدر مادران درگیر نظر دیگاه نباشین، و یه سبب کودکتان نتین که نظر دیگاه مهم است. بر کودکتان یاد بتین که بچیم کار خوب، درست، انسانی، اسلامی، اخلاقی تا بکن، دیگاه خوب میشه، خوش میشه، چی خوب نمیشه متاسفانه، ولی تو نامدی به میل دیگاه کار کنی. ولی وقتی شما قبرتان نظر دیگاه مهم است، کل دیگاه در مورد خانه شما، پرده شما، یخچال شما چی نظر داره، کودکتان هم میمیره یاد بیتین و این بدبخت میساز زندگی را. موضوع دیگه نارضایتی پدر مادر است. بعضی پدر مادر هست ناراضی، هر چی کودک میکنه رضایتش به دست آورده نمیتونه، همیشه قهر، همیشه خشمگین. این سبب میشه که قاضی درونی ما اونمت ناراضی و خشمگین بار بیه، و حتی وقتی پدر مادر نیست، ما آدم 50 سال هستیم ولی هنوز او احساس بد از درون بر ما مخابره شده میره. خوب است که رضایت نشان بدین، کودکتان تشویق کنین، یک کارک کوچک انجام داد شما تشویق کنین، صبح بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، رشد میکنه. وقتی سرکوب کده میرین، عیب و نقص در کارش پیدا میکنین، کودک سرشکسته و دلشکسته میکنین و سرخورده و اوضاع را بدتر می‌سازد. موضوع دیگه شرم و خجالتی بودن خود پدر مادر است. اگر پدر مادری است که عزت نفس نداره، خودشان زیر تاثیر میره، خودشان شرم و خجالت داره، خودشان روابط اجتماعی خوب نداره، یک جزیره تنها هستند، اولادشان هم متاسفانه این موضوع خراب میشه. راه حل چی است؟ راه حلی است که پدر مادر از من میشه میگم اگر به خاطر خود مشکلتان حل نمیکنین، لطفاً به خاطر اولادای نازنینتان برین مشکلات روانی خود حل کنین و اونا را آسیب نزنین. موضوع دیگه جایگاه اجتماعی است. اگر ما کسی هستیم که یک جایگاه خوب اجتماعی داریم، دارای اعتبار و اهمیت هستیم، از نظر اقتصادی خوب هستیم، عزت نفس خوب میشه. ولی متاسفانه اگر جایگاه اقتصادی خراب، جایگاه اجتماعی خراب، از یک قوم مثلا کوچک هستیم، دیگه علیه ما تبعیض میکنه، اینا میتونه تاثیرات بد منفی داشته باشه. آرزو دارم که اطرافیا متوجه باشن و کودکا را احساس گناه را نتن. کودکا موجودات بسیار نازنین و پاک هستن. از هر جایی که باشن ما باید امرایشون با تمام محبت برخورد کنیم. و حالی که بزرگسال شدیم، اگر میبینیم علتش او آسیباییست که ما در مثلا در یک منطقی بودیم که هیچ کس با ما رفت آمد نداشتن، بد برخورد میکردن، امروزه به این اصلاح کنیم، پیش روانشناس بریم، پیش دکتر بریم و این بحثا را تعقیب کنیم، میتونه کمک ما کنه. و عامل دیگه که سبب میشه قاضی خراب و بد شود، ندانستن اصول پرورش، تعلیم و تربیت است. اگر پدر مادر و اطرافیا این اصول بلد نیستن، عزت نفس ما را خراب میکنن. اگر بلد باشن، یک عزت نفس خوب، شخصیت خوب برای ما میسازه که کلم راحت باشیم. اما اگر سوال برتون نیست که ما چطور اصول پرورش، تعلیم، تربیت بفهمیم، خوشبختانه هم کتابای زیاد در بازار در موردش موجود است. و هم ما بخیر برنامه خود داشتیم و بحث خود کردیم از روزی که پدر مادر تصمیم میگیره که اولاد دار شوند، دوره حاملگی، یک سالگی، دو سالگی تا به 20 سالگی را مورد مطالعه قرار خود دادیم که پدر مادر چی کنن و کدام نکات در نظر بگیرن.
به هر صورت دوستای از نازنینم، آرزو دارم موضوعاتی را که گفتم یادداشت کرده باشین، یا بار دوم برین به یوتیوب سر بزنین چون اینا ذخیره میشه، در صفحه فیسبوک ذخیره میشه، بشنوین و لطفاً لطفاً این آسیبا را به کودکتان نزنین. اگر شما همقدر نکاتی را که گفتم متوجه باشین، بسیار شخصیت خوب سالم بر کودکتان میسازین، ولی متاسفانه بی‌پروایی در این زمینه میتونه آسیب بزنه. و اگر مثلا شما علی خود درگیر یک سریال یک برنامه مزخرف کنین خوب است، یا در مورد تربیه کودکتان عزیز دلبندتان بزرگترین سرمایه زندگیتان یاد میگیرین و خوب است که شما عملی کنین در زندگیتان و لطفاً لطفاً با دیگران میره شریک بسازین و بگوین که شبای تاق یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، هفت نیم تا هشت نیم شب برنامه تعادل و تکامل بیننده باشن و در صفحه فیسبوک تان مثل همیش لطفاً شریک بسازین. شاید زندگی یک کسی را بتونه نجات بده، برش مفید واقع شوه، یا یک کودکی را سبب شوه که سالم بار بیه. دوستای از نازنینم به یوتیوب که برین DRJAMSHID RASA دکتر جمشید رساک نشته کنین، تمام برنامه‌ای که از اول شروع شده بود موجود است، میتونین هم دانلود کنین، هم بشنوین، هم بر دیگر بتین. یک توفیق خوب و مناسب است به نظر من. ولی امروز دوستای از نازنینم باز متاسفانه وقت برای تماس و جواب دادن به سوالای شما نداریم، معذرت ما را بپذیرین چون بحث ما طولانی بود. در برنامه بعدی انشاءالله که بخیر به تلفن‌های شما مخاد رسیدیم و به سوالاتان پاسخ دادیم. مثل همیش سپاسگزار شما عزیزا و نازنینا هستم که لطف میکنین و برنامه را میبینین. از تمامتان تشکر و از افغانای عزیزی که در خارج زندگی میکنن و پیام میمونن همیشه که برنامه را تعقیب میکنن و برشان مفید واقع شده، از اونام سپاسگزار هستم. آرزو دارم یک روزی وطن بخیر آرام شوه و خوب باشه، که شما ایزارم در وطن خود داشته باشیم، با هم از نزدیک ببینیم، ولی آرزوی سلامتی تا نداریم هر جایی که هستیم و دعا میکنیم که بخیر این مشکلاتی که مردم ما در داخل کشورم داره حل شو. معلوم دارست مهاجرت مشکلات خود داره، وقتی شما در یک کشوری هستین که با اون مردم رنگ مویتان، رنگ چهرهتان، خصوصیاتتان فرق داره، میفهم سخت است، ولی به هر صورتش بازم سهولتایی که فراهم شده از این وطن کرده خوبتر است. آرزوی یک صلح و پیروزی بر وطن ما داریم که همگی ما کنار هم باشیم، دیگه احتیاج بیگانه ها نباشیم، خود ما بتانیم بر خود تصمیم بگیریم، وطن خود بسازیم و اولاد خوب تربیه کنیم. پدر مادر از نازنین، اگه هیچ کاری برای وطنتان نمیتونین، دو تا کار در توانتان است، یکی اصلاح خودتان، یکی تربیه خوب اولادتان. این دو تا بزرگترین کاری است که میتونین بر وطنتان و بر کل خلقت، بر کل بشریت، بر کل کره زمین انجام بدین. وقتی خود خوب ساختین، یک برف میلیاردم خوب ساختین. وقتی اولادتان خوب ساختین، یک تسلسل خوب ایجاد کردین. بنان خوب از در این زمینه تلاش کنین، برنامه را ببینین، کتاب رازای زندگی را بگیرین، دیگه کتابای خوب، یعنی یک ساعت شما روزانه برای رشد آگاهی روانیتان داشته باشین و با پیشبردش ظرف یک سال شما میبینین خانواده دیگه تغییر کرده، چقدر مهربانی و خوبیست. ولی اگر وقت خود در سریال و برنامه نادرست و خنده های بیجا زایی کنین، معلوم دارست اوقاتتان تلخ شد، صبح اولادتان به امرتان نیست، صبح اولاد معتاد شده، منحرف شده، فرار از خانه است و اوضاع بدتر میشه. به هر صورت آرزوی خوشبختی و سلامتی برتان دارم. باقی بحث عزت نفس بخیر در برنامه بعدی تعقیب خود کردیم. تا برنامه بعدی تمام شما عزیزا و مهربانا را به خداوند پاک و بی‌نیاز امانت می‌کنم. شب و روز خوش داشته باشید.